چندین جلسه هست که داریم در رابطه با از فکر تا فعل صحبت میکنیم و امروز میخواییم با اون آیه که آیه ثابته که دروس ما بود به نام فیلیپیان 4:8-9 اگر مقدور هست اونو داشته باشیم روی تابلو ممنون میشم با اون شروع کنیم که میدونیم که نویسنده نامه فیلیپیان پولس رسول هستش و این رو در اصل به یکی از شهرهای مهم یونانی کنونی نیز داره مینویسه و پولس رسول این نامه را از زندان مینویسه و در همون زندان حتما همه ما با آیه فیلیپیان 4:4 آشنا هستیم که اعلام میکنه شاد باشید باز نیز میگویم شاد باشید اما در ثروت قدرت اقامت ازدواج بله میگه در خداوند شاد باشید یعنی با خدا زندگی کنن و پولس رسول نیز به آنچه که عمل میکرد داشت تعلیم میداد همچون سرور خودش مسیح چرا که ما میدونیم که پولس رسول دست و پاش توی زندان روم به زنجیر بست بود و از طرفی منتظر این بود که صداش کنن آزاد شه بله؟ صداش کنن که اعدام شه اونم اعدام به توسط بدترین یعنی صلیب که بره روی صلیب پس پولس رسول مشخص میکنه نگاه پولس رسول یک نگاه متفاوت از انسانهای دیگه ای هستن چون که تو زندان داره این پیام عشق رو میده و حتی این نامه میدونی که به عنوان نامه شادی آور توی دنیا حتی مطرح هست و حتی خیلی از روانشناسا از این نامه استفاده کردن در سخنوری هاشون در کتاب هاشون اعلام کردن چرا که توانستن این رو درک کنن پولس رسول داره با یک بودی صحبت میکنه که ما اگر توی ابعاد دیگه باشیم به نام واقعیت باشیم هرگز نمیتونیم شاد باشیم یعنی پولس رسول شادیش به خاطر ثروتش نیست به خاطر آزادیش از زندان نیست شادیش به خاطر ازدواجش نیست به خاطر اقامتش توی سرزمین نیست شادی اون فقط خداست به خاطر حقیقتی هست حقیقتی که ما میدونیم که منتظرش هست به اون وعده‌هایی که گرفته حقیقتی که میدونه که عیسی مسیح 2000 سال پیش بهر بشریتی که به اون ایمان میآورن روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرده دنبال این حقیقته حقیقتی که در پیدایش 1:26-28 اعلام میکنه که خداوند انسان رو به شباهت خود آفرید و به او قدرت و توانایی زیست در آسمان زمین اعماق دریا رو داد این حقیقتی هست که پولس رسول داره نگاه میکنه هرچند این حقیقت در باغ عدن تبدیل به واقعیت میشه یعنی اون چیزی نیستش که خدا در نظر داشته اما عیسی مسیح دوباره با فیضش چیکار میکنه این واقعیت رو تبدیل به حقیقت میکنه برای تمام کسانی که مسیح ایمان آورده پس پولس رسول داره آسمانی فکر میکنه نگرش پولس رسول متفاوت از دنیوی ها هست فرق میکنه با موقعیتی تصور بر این بکنیم برفرض بگیریم که یک سازمانی، کمپانی، شخصیتی ما رو برای یک ماه به پاریس دعوت میکنه بهترین هتل، بهترین شرایط و حتی تمام مخارج رو نیز میپردازه خب مسلمان همه ما خوشحال خواهیم شد و روزی یک شنبه باشه بریم کنیم کلیسا رو میدید بله چیکار به کلیسا دارید کلیساتون رو بیاید بعد کنید شما به هر حال میدید وقتی رفتید فرودگاه اگر به شما بگن 1 ساعت این پرواز تاخیر داره آیا شما اونقدر ناراحت میشید که مثلا قصه بخوری خب حالا بابا این مسافرت مجانی برای من امکان پذیر شده که بتونم برم بهترین هتل 1 ماه قرار لذت ببرم حالا 1 ساعت دیرتر برسم مشکلات و سختی که روی زمین هست نسبت به اون وعده خدا و برکت خدا همین گونه است برای همین هست حیف فرزندان خدا برای موقعیت‌های واقعی که روی زمین هست امروز هست فردا نیست پس فرداش یه مدل دیگه هست خودش رو غمگین کنه و نیز در غم و اندوه قرار بده از این رو هستش که ما می‌بینیم پولس رسول سفت و محکم در این رابطه داره صحبت میکنه فراموش نمیکنم کشیش من برادر ادوارد عزیز که اسقف بودن در اون زمان این موعظه رو داشت میکرد و الان هم یکی از پیشکسوت ها هستن در بین ایمانداران
در لندن، ایشون تو یکی از موعظه‌هاش داشت تعریف می‌کرد، میگفت یکی از دوستان ما هر موقع ما بهش می‌رسیدیم میگفتیم رفتی فلان پارک، این پارک رو درست کن چقدر زیباست، میگفت خبر نداریم پارک‌های آسمان چجوری. بعد بهش گفتیم فلان ماشین اومده ببین چقدر شیک زده مثلا فلان بنز، میگفت خبر نداریم ماشین آسمان چجوری است. در رابطه با هر چیزی که صحبت می‌شد میگفت این آسمانی فکر می‌کرد و اینقدر آسمان آسمان کرد و رفت آسمان خودش. و اگر ما نگاهمون این گونه باشه مسلماً هیچ چیزی ما رو روی این زمین غمگین نمی‌کنه. قبلا هم عرض کردم کشیشی که به اتفاق همسرش و سه فرزندش اومد توی ایران سالها پیش، همین زمان جمهوری اسلامی اومد در ایران که بشارت بده، توی یک حادثه سه تا بچه‌هاش از دست داد، کشیش آمریکایی. برادر ادوارد میگه من نمیدونستم باید به این چی بگم، آخه چی برم بگم، تو به خاطر ملت ما اومدی تا مردم ما نجات پیدا کنن، حالا زد بچه‌هات هم تو تصادف مردن، بچه‌ای که مثلا 12 سالش بوده 18 سالش بوده نزدیک 20 سال بوده، تصورش هم نمیتونیم بکنیم. درسته من هم پیگون دوست داریم، دارم آکواریوم خیلی دوست دارم، ماهی رو دوست دارم، یکی از ماهیام که میبینم واقعا خیلی ناراحت میشه، این ماهی که میبینم خیلی هم عمر نمیکنه، پس اگه ما چنین دلی داریم برای فرزندانمون چقدر بیشتر. میگه وقتی من رفتم اصلا دهنم باز نشد به این بگم تسلیت میگم، میگه من فقط اونجا وایستادم نگاش کردم و گفت میدونم نمیتونی چیزی بگید، من هم جا تو بودم هیچی نمیتونستم بگم. و میگه وقتی رفت صحبت کنه گفت فقط اینو بهتون میگم، زمانی که رفتم از خدا سوال کردم چرا خدا اجازه دادی چنین اتفاق بیفته، خدا به من جوابی داد که تایید دل من شد تمام. و چقدر نیکوست که ما بتوانیم تمام درد و تمام رنج و تمام سختی هامون رو سوالش رو از خدا کنیم، خدا چرا هنوز ازدواج نکردم، خدا چرا هنوز اقامت نگرفتم، خدا چرا هنوز مشکلات من حل نمیشه. چقدر به خدا نزدیک میشیم. خیلی موقع هستش که ما دوست داریم مانند دنیای قبلیمون بریم پیش یه فالگیر یا کتاب حافظ باشه باز کنیم اینجوری جواب بگیریم. اگر چنین کششی در ما هست نه علتش اینه که این کار درسته، خیر، علتش اینه که خداوند دوست داشت که انسان با او سخن بگه، این کشش از این رو در ما هست، اما نه به توسط فالگیر، نه حتی کتاب مقدس ما نباید باز کنیم ببینیم خدا چی میگه، بلکه با خدا سخن بگو و خداست که به تو این آرامش رو میگه، خداست که به تو این تسلی رو نیز خواهد داد. اما بریم با هم دیگه نامه فیلیپیان 4:8-9 رو بخونیم. اعلام میکنه خلاصه ای برادران، برادران میدونیم که منظور ایمانداران هستش، خب از نظر فرهنگی اون زمان این گونه تصور میکنن که همه ایمانداران به نام برادران اعلام میکردن. ای برادران هر چه راست، یعنی هر چه را که عیبی درش نمیبینی، مطمئن هستی درش صداقت هست، درش بیریایی نیست، گواه قلبت هست رو داره میگه، هر چه راست باشد و هرچه مجید، یعنی هرچی شریف باشه، هرچی که مورد احترام هستش داره، هرچی که فکر میکنی واقعا یک موقعیت بزرگی رو داره و برای جلال خدا هست، و هرچه عادل، یعنی آنچه را که داری فکر میکنیم بتونه رابطه شما رو با خدا بیشتر کنه، رابطه تو رو با دیگران شیرین‌تر کنه، محبت رو ساکن کنه، و هرچه عادل و هرچه پاک، باز یعنی شفاف، یعنی قلبی باشه، خالص، و هرچه جمیل که میدونیم یعنی زیبا، یعنی باعث صلح بشه، باعث ایجاد محبت باشه بدون کینه، و هرچه نیک نام هست، یعنی مورد رضایت خدا، تحت حکمت خدا، تحت حکمت او باشه، و هرچه فضیلت، یعنی بهترین، یعنی به سمت کمال الهی رفتن، قدم برداشتن، یعنی اینکه ما بتونیم در مسیر هدف خدا خودمون رو قرار بدیم، و هر چی مدعی که بوده، یعنی در رابطه با اینکه بهترین و عالی ترین باشه، داره صحبت از طرز تفکر میکنه، باشد در آنها تفکر کنیم. واو، یعنی تمام آنچه را که داره پولس رسول میگه، میگه اگر میخوای تفکر کنی هوشیار باش، امروز خبر بد بهت رسید، یه موقع تو دلت نگی وای از دست این مسلمون ها، وای از دست این داعشی ها، آروم باش، برو در حضور خدا. چرا یه تروریست اسلامی میاد دیگران رو میکشه؟
از خدا صداشو بگی، اجازه نده حتی کینه در دلت نسبت به داعش باشه، اجازه نده، چون دل تو برای یک زندگی سالم میبایست پاک باشه، دور از کینه باشه، به جسم و روانت و رابطت نیز آسیب خواهد زد. اون رو بسپار تو دست خداوند، در آنها تفکر کنید و آنچه در من آموخته در پولس رسول. از این رو هست که ما باید نمونه باشیم عزیزان. از این رو ما اینجا وقتی چه من و چه عزیزانی که اینجا کلام رو میارن از خادمین کلیسا، همیشه گفتیم جلال از آن خداست، همیشه گفتیم به خدا نگاه کنید، اما هدفمون این نیستش که عزیزان به ما نگاه نکنید و ما همینجوری خودسرانه اینجا نیستیم. هر کدوم ما که در خدمت شما هستیم خداوند ما رو خونده، اما این برای این نیستش که ما گناه نمی کنیم، این برای این نیست که ما اشتباه نمی کنیم، حتما اشتباهات و گناهانی می کنیم، اما یاد گرفتیم توبه کنیم، یاد گرفتیم از عزیزانی که دلشون رو می شکنیم ناراحتشون می کنیم پوزش بخواییم. پس ما رو خداوند انتخاب کرده، همه عزیزانی که اینجا هستن، اگر کسی رو خدا انتخاب نکنه به هیچ وجه تو کلیسا خدمت نمی کنه. تو برای چی خدمت کنه؟ غیر از اینکه حرف و حدیث و زحمت و روز یک شنبه بهترین روزش رو بیاد توی کلیسا باشه. و ما میدونیم که کلیسا یک دروازه، یکی از دروازه هاش دروازه سلامتی و شفا برای کسایی که مشکلات روحی و روانی دارن و خیلی ناخودآگاه میان باعث غم و اندوه ما هم میشن. پس اگر خدا ما رو نخونده باشه اینجا نیستیم. پولس رسول نیز داره میگه آنچه در من آموخته ای و پذیرفته و شنیده و دیده ای آنها را به عمل آرید. یعنی حالا میگه اون فکر تو به فعل تبدیل کن، آنچه را که میدونی بهترین هست رو حالا تبدیلش کن. اینجا سهم من و شماست هموطنان. وقتی ما به مسیح ایمان میآوریم، به مسیح ایمان آوردیم، فیض خداست، اما برای اینکه تبدیل بشه همت منه، من باید همت کنم. به عمل آرید و خدای سلامتی یعنی آرامش با شما خواهد بود. دقیقا مانند نامه دوم تیموتائوس 2:2 هست که داره پولس رسول به تیموتائوس میگه آنچه را که از من آموختی به دیگرانی که میتوانند، خیلی مهمه میتوانند، به دیگران بیاموزند برو یاد بده، که این دانش نیز بتونه گسترده بشه و موقعیت خودش رو بگیره. پس بنابراین با رعایت این اصول و این ضرورتی که به فیض خدا به ما داده شده، سهم ما که فرزندان خدا هستیم شفا، آرامش، قوت، امید و شادمانی هستش، که ما ایمان داریم مسیح به خاطر همه مشکلات و دردهایی که در مقابل ما میتونه باشه، حتی مرگ و هلاکت باشه، روی صلیب مرد و قیام کرد. اما لحظه ای فکر کنید، مشکلات امروز شما همین الان مشکلت چیه؟ مشکل امروز شما از مشکل مسیح 2000 سال پیش بالاتر هست یا نه؟ عیسی مسیح رو بهش توهین کردن، آب دهان بر روی صورتش ریختن، تهدیدش کردن، بهش میگفتن حتی از طرف شیطان هستی، روی صلیب بردنش، دست و پاشو سوراخ کردن، پهلوشو پاره کردن و حکم اعدام براش بریدن، به جای یک انسان گنگستر مسیح رو روی صلیب بردن. لحظه فکر کن، آیا شما مشکلات بالاتر از اونه یا نه؟ ولی مسیح مرد و قیام کرد و راهش رو به ما یاد داد. قیام او حقیقت رو آشکار کرد. مرگ جسمانی ما واقعیته، وعده خدا برای که ما دوباره زنده خواهیم شد حقیقته. ما آیه در حقیقت هستیم یا واقعیت؟ در حقیقت هستیم، درسته؟ ما پیروی حقیقت هستیم، پس ما نیز زنده خواهیم شد. ترس و نگرانی ما برای تمام مشکلات که توی زندگی هست مطابق کلام خداوند، کسی که مسیح ایمان میاره بیهوده میتونه باشه. در انجیل یوحنا 16:33 شریف رو براتون میخونم، اعلام میکنه این چیزها را به شما گفتم. کدوم چیزها را؟ وعده هاشو. گفت روزهای آخر چی میشه؟ اتفاقی که امروز شما شنیدید و اتفاقی که هر روز میشنوید جز به آن پیشگویی هایی بوده که مسیح گفته. برای ما فرزندان خدا اصلا جای تعجب نیست، فقط ما میدانیم که مسیح داره میاد، آمدن مسیح نزدیک شده. میگه این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. حالا کو مسیح که من باشه اتحاد داشته باشم؟ کلیسای مسیح محل اتحاده، کشیش کلیسا محل اتحاده، هم دیژن شدن با کشیش کلیسا، هم دیژن شدن با رهبران کلیسا. خداوند قادر مطلقه. آمین.
خدا احتیاج به مشورت داره؟ هاشا، خدا احتیاج به مشورت نداره. در طول تاریخ این کارو میکنه خداوند با رسولان خودش، با مردان و زنان هی که به او ایمان دارن. اما خداوند احتیاج به مشورت نداره. با انسان مشورت میکنه تا به او اتوریتی بده، اقتدار بده، جرأت بده که بتونه حرکت کنه. همون گونه که به آدم میگه برو نام حیوانها رو تو بذار، به نوعی داره ازش باش مشورت میکنه. اما خدا احتیاج به مشورت نداره. خدایی که احتیاج به مشورت نداره بهتر از همه ما فکر میکنه شخصی به نام رسول رو به عنوان کشیش کلیسا میذاره اینجا. آمین. عزیزان دیگه به عنوان برد رهبری کنارش قرار میدن که همه بتونن شما رو و خدا رو خدمت کنن. آمین. ما مشورت میکنیم با هم دیگه. از شما هم خیلی ما با هم مشورت میگیریم برای کارهامون. ولی خدا احتیاج به مشورت نداره. پس اگر خداوند در یک کلیسای کشیشی رو قرار میده و شما از کلامش برکت میگیری، از خدمات اون کلیسا برکت میگیری، هوشیار باشی، به هیچ صدای منفی گوش نکن، چرا که میخواد این اتحادا از بین بزنه بگیره، چرا که میخواد تو رو از کلیسا کشیش به مرور زمان از مسیح جدا خواهد کرد. به مرور زمان تاریخی رو ثابت کرده از مسیح هم جدا خواهد کرد اگر کسی از این در این اتحاد قرار نگیره. من این از این رو هستش که اعلام میکنه این چیزها رو به شما گفتم. مسیح میگه تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت. هست طبیعیه، همه دارن، ما هم داریم. ولی شجاع باشید. شجاع در کلام، شجاع در بعدش شما بگید در روح القدس باشید، شجاع در کلیسا، شجاع در خدمت. یعنی همه رو به کار بگیر، مشغول خدمت شو. عزیزانی هستن لطف میکنن با توجه به اینکه تازه مسیح ایمان آوردن میگن برسه ما میخواییم خدمت کنیم. خب ما مطابق همون اساسنامه کلیساییمون سعی میکنیم عزیزان رو تعلیم بدیم، چرا که میدونیم که اتفاقایی میتونه بیفته که باعث لغزش عزیزان میشه، یه زمانی ببره. ولی واقعا وجود من پر از شادی میشه وقتی یکی من میاد برسه من میخوام خدمت کنم. میگم واو هاللویا، خداوند شکرت که تو دل اینها رو لمس کردی که تو رو بتونن خدمت کنن و تو رو محبت کنن. پس باید در این مسیر نیز ما قدم برداریم و این زمانی برای ما امکان پذیر هست که آنچه که کلام خداوند میگه درش قرار بگیریم که ما از تمام امیال کهنه، امیال کهنه گذشتمون بتونیم، یعنی از اون نفس گناهالودمون مثل کینه ها، مثل دروغ ها، مثل حسادت ها، مثل غیبت ها، مثل طمع، مثل شهوت ها و و آزاد بشیم. چرا؟ چرا باید از تمام واقعیت های که اسم بودم یا واقعیت شما میدونید که کینه و نفرت و حسادت، دروغ همه ابزاری هست که منو توی دنیا میخواد پیروز کنه. اما اگه میخوام تو ملکوت خدا پیروز بشیم، غلاطیان 5:22 از روح خدا باید پر بشم، اعمال رسولان 1:8 از روح القدس پر بشم، یوشع 1:8 کلام خدا رو بخونم، به توسط کلام خدا من دارای ابزار عشق و محبت و صبر خواهم شد و حکمت که مشکلاتم رو بتونم حل کنم. به چند نکته میخوام بپردازم که میتونه در وجود ما حک شده باشه و اینها دلایل ایجاد تلخی و به طور خاص خشم خواهد بود. عزیزان که تصور میکنید هنوز در مقابل خشم درونیتون مشکل دارید، لطفاً خودتون رو محک بزنید نسبت به آنچه که میگن. احساس محکومیت نسبت به خود و دیگران اگر دارید این رو بدونید. داوری بد رو در ما ایجاد میکنه. اگر احساس این رو داریم که گناهکار هستی، حتی مسیح گناهان ما رو بخشیده، آمین، ما آزاد شدیم، احساس میکنی دیگران رو نیز محکوم میکنی نسبت به اعمالشون، این رو بدون که به عنوان یک داور بد داری قضاوت میکنی و این باعث خواهد شد که تو خشمگین بشی، بلافاصله تندخویی انجام بدی. نکته دوم، نگاهی ترس آمیز از گذشته، یعنی تجربه بد. اگر نسبت به گذشته هنوز یک نگاه بدی داری، دیگران رو خودتو محکوم میکنی و فراموش کردی که دوم قرنتیان 5:17 میگه در مسیح خلقتی تازه است. آمین. چیزهای گذشته در گذشت، تمام شد، از این به بعد همه چیز تازه شده.
با عشق و محبت میخواد به تو داده بشه. اگه این رو به یاد نداری، متاسفانه خستگی مدام رو در ما ایجاد خواهد کرد. مدام خسته هستیم، چرا که ما از گذشته خودمون ترسناکیم. نقطه سوم، نگرش ناامید به آینده. اگه یک نگاه ناامید کننده نسبت به آینده دارم، متاسفانه بدبینی و پریشانی رو در من ایجاد خواهد کرد که توی یک جایگاه درستی من نمیتونم بیستم. به عنوان بدی ها بوده، ولی با این داریم با اونا دوباره زندگی میکنم. کسی ما رو اذیت کرده، الان دیگه پیش شما نیست، الان با شما اصلا کاری نداره، ولی همین که تنها میشی با خودت شروع میکنی درباره صحبت کردن. یه نفر رو پیدا میکنی میبینی هم رنگته، شروع میکنی آره فلانی اینقدر منو اذیت کرده، یا روزگار من روزگار بدی بوده. کسی که مسیح ایمان میآورد اینها رو باید کاملا رها کنه. اگه رها نکنه آسیب خواهد خورد. متاسفانه شخصی میره توی روستایی و شروع میکنه گریه کردن و ناله کردن. روستایی که داشتن کارشون رو انجام دادن میان میگن چیه تو گریه میکنی؟ میگه راستش من اینجا غریب هستم، کار ندارم. میگن اشکال نداره، خب میریم برای یه کاری پیدا میکنه. به هم میگه میگن بالاخره یه نفر اینجا بوده میگه میتونی از فردا بیا سر زمین من کار کنی. فرداش میره سر زمین کار میکنه، دوباره بعد از اون که میشه دوباره میگن داره گریه میکنه. میگن دیگه چرا گریه میکنی؟ میگه آخه شما همه خونه دارید، میرید تو خونه هاتون، من کجا برم؟ میگن خب راست میگه اینا. میگن براش خونه اجاره میکنن، میگن خب اینم خونت، کار که داری اینم خونه. خوشحال میشه دوباره فرداش میشه بعد از کار دوباره شروع به گریه کرد. میگن دیگه برای چی گریه میکنی؟ میگه آخه شما همتون زن و بچه دارید، میرید پیش زن و بچه‌تون، من تنها برم تو خونه چیکار کنم؟ دوباره گریه میکنه. میگن راست میگن، خواستگاری یه دختره، اونم بنده رو میگه عروسی و اینا، بالاخره ازدواج انجام میشه، بعد زمانی دوباره داره گریه میکنه. میگن دیگه چرا داری گریه میکنی؟ میگه یاد اون موقع ها میفتم، نه خونه داشتم، نه زن داشتم، نه کار داشتم. گاهی هست متاسفانه ما اونجا خودمون رو درگیر میکنیم و غافل از این هستیم. وجودمون رو داره تلخ میشه، وجود ما داره پر از خش میشه. نکته چهارم، توجه کامل. توجه کامل
فقط به مشکلات و سختی ها. مشکلات و سختی ها میاد، حتما باید اندیشه کنیم برای رفع مشکلات و سختی ها. اما ما به عنوان فرزندان خدا اگر توجه کامل فقط به مشکلات کنیم، متاسفانه بی‌اعتمادی و دلسردی در من ایجاد میشه و اونم به راحتی انتقال میدم به تمام کسایی که کنار من هستن. یادم میره که خداوند قوت من هست. یادم میره که خداوند گفته من تو را هرگز رها نمی‌کنم، و یا مطابق مزمور 46 کلام میکنه خدا مرجع و قوت ماست و مددکاری که در تنگی‌ها فوراً یافت می‌شود. میگه فوراً نیز یافت خواهد شد. و نقطه پنجم، جنگ با دشمنان واقعی و فرضی در بیرون و یا درون. ما میدونیم که بالاخره همه ما تجربه کردیم، شاید افرادی در طول زندگی با ماها بودن که باعث رنج ما شدن، اذیت کردن، چه خواسته و چه نخواسته. ولی افرادی هم بودن که ما رو اذیت نکردن، اما فکر کردیم ما رو میخوان اذیت کنن. همین فکرش باعث شده که ما این دو گروه، حالا چه فرضی بوده و چه واقعی بوده، باعث شده که ما این دو گروه رو در اصل دشمنان خودمون بدونیم. لذا حقیقت اینه، دشمن فقط شیطان است. شیطان فقط دشمن ماست. هیچ انسانی نمیتونه دشمن باشه. یکی از نامهای شیطان دشمن هست. هوشیار باشیم، هر کسی رو ما نمیتونیم دشمن خودمون بدونیم. اگر بین من و دیگری سوء تفاهم ایجاد میشه، میبایستی سوء تفاهم رو حلش کنم. اگر شما سوء تفاهم حل نکنی، همیشه مریضی. خواهش میکنم اگر در جمع ما کسی هست که فکر میکنه با یک نفر کدورت داره، اینو امروز تست کن، دعا کن و باید برو با اون شخص صادقانه سخن بگو. بگو من اینجوری فکر میکنم. دو روز پیش شخصی وقتی باهاش صحبت کردم، دیدم یک موضوع یک ساله رو، یک سال، یکی دو روز این برتر، یک ساله به من نگفته بود. تازه خود من باعث شدم، چون رفتار جالبی نیست، خود من باعث شدم که ایشون بگه. وقتی که ایشون گفت، گفتم بیا دو تا مدرک داره. یعنی اصلا کارهای خودم عجیبه، دو تا مدرک اومد که ایشون اشتباه میکرد. من نمیدونستم، من فکر کردم. خب چرا تو یک سال پیش، یک سال خودتو عذاب دادی؟ ما از این کارا میکنیم یا نمیکنیم؟ خیلی خوشو توی خونه با همسرت، با بچه‌هات، با همسایت، با همکارت، توی کلیسا. لطفاً وقتی که یک سوء تفاهم میشه، فقط سوء تفاهم، میدونید سوء تفاهم باعث طلاق میشه، سوء تفاهم باعث جنگ میشه متاسفانه، و اجازه نمیده که ما به یک جایگاه درستی برسیم. اگر حوا اونقدر حکیم بود، زمانی که شیطان داشت او رو فریب میداد، و اون که نمیست فریب داره میده، میگفت نه خدا نمیخواد شما همیشه زنده باشید، شما اینو بخورید تازه زنده میمونید، اعلام میکنه که میگه شما دانشتون میشه، همش دروغ گفت. اگر حوا با خدا صحبت میکرد، میرفت در حضور خدا میگفت خدایا یه موجود عجیب غریبی به من این حرفا رو زده، شما فکر کنید این اتفاق میافتاد؟ حداقل یه مدل دیگه میشد، نه چه اتفاقی میافتاد. اگه حوا و آدم حکیم بودن، مسلما نباید چنین اتفاقی میافتاد. اگر سوء تفاهم ایجاد میشه، سوء تفاهم رو لطفاً حل کنید قبل از اینکه به طلاق، به جدایی و به جنگ بشه. چرا کلام خداوند محکم ایستاده میگه مخالف طلاقه؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما انسان‌ها دوست داریم سوء تفاهم رو اون کنار بذاریم، کارش نداره. طلاقه رو بیشتر بهش اتفاق میکنید، جنگ رو بیشتر دوست دارید. اگر رفع سوء تفاهم کنید، مطمئن باشید که اونجا هستش که اصلا موضوع عوض میشه. در غیر این صورت کینه و نفرت رو در ما ایجاد خواهد کرد و ریشه تلخی و این خشم در تمام ایام نیز با ما خواهد بود و تا تفسیر زندگیمون از ما عوض خواهد شد. شاعر این گونه میگه: مرا به رد شعرم دنبال کن. ببینیم چه خبره، زندگیش اینجوری توضیح میده: مرا به رد شعرم دنبال کن، من رد پا ندارم. انسان ناامید، انسانی که خوش تو غم میبینه، اصلا میگه من ماهیتی ندارم، من رد پا ندارم، رد درد را بگیر و به من برس.
یعنی تمام زندگیش رو توی دردها. شاید ما چنین چیزی نگفتیم، اما اگر به اون پنج اصولی که اشاره کردم در اون زندگی کنیم، متاسفانه توی غم هستیم، متاسفانه توی تلخی هستیم، متاسفانه باعث خشم خواهد شد در ما که مجال یک زندگی خوب رو به ما نخواهد داد. در کتاب پیدایش 4:6-7 میخوانیم که اعلام میکنه خداوند، میگه آنگاه خداوند به قائن گفت چرا خشمگین شده ای و چرا سر خود را به زیر افکنده ای؟ اگر نیکویی نمی کردی، یعنی اگر تفکر نیکویی نمی کردی، اگر به جای این که فکر منفی می کردی نسبت به برادرت، نسبت به شرایط فکر نیکویی می کردی، اگر نیکویی نمی کردی آیا مقبول نمی شدی، یعنی مورد قبول می شدی؟ و اگر نیکویی نکردی، باز در فکر عزیزان نکردی، گناه بر در در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شد. اگر اجازه بدیم که فکر ما یک فکر درست باشه، این فکر درست ما چگونه میتونه باشه؟ در طول این جلسات خوندیم فیلیپیان 2:5، پس همین فکر در شما باشد که در بیزنسمن های دنیا هست، در آرتیست های دنیا هست. بله؟ نه؟ چیز دیگه هست؟ مثال کتاب مقدس ما با شما فرق داره. میگه پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. مسیح چگونه فکر کرد؟ در انجیل یوحنا 16:33 خونیم مسیح چه نوع فکری داشت که باعث پیروزی شد؟ فکر مسیح اراده خدا بود. فکر مسیح در حضور خدا بود که این قوت رو میگرفت و باعث این شد بتونه آنچه را که خدا به او سپرده بود به کمال برسونه. در افسسیان 4:26 نیز میخونه، اعلام میکنه خشمگیرید یعنی که خشمگین نشید، یعنی جلوشو بگیرید. یه عزیز اینو ترجمه میکرد، میگفت خشمگیرید یعنی خشمشید، اتفاقا بهتره خشمگین بشید. گفتم خب میشه توضیح بدی؟ گفت آره، خشمگیرید و گناه مبرزید، یعنی که گناه نکن اما خشمگین شو. گفتم چه توضیحه؟ اینجوری نیست. به تفسیری اگه تو مراجعه کنید میبینید، خشمگینید یعنی خشمگین نشید و گناه مبرزید، چون خشم گناه رو میاره. خورشید بر غیظ شما غروب نکنه، یعنی اگر با همسرت، با دوستت، با هم کلاسیت، با همکارت یه سوء تفاهم شد، قبل از اینکه بری بخوابی، چون بعدش کابوس میبینی، خیالات بد، فکرای بد، رابطه تو رو بدتر خواهد کرد، برو باهاش صحبت کن، برو بگو اشتباه کردم یا فکر کردم تو این کارو کردی. با هم دعا کنید و بخشش خدا بیاد، حضور خدا بیاد و شما را شفا بده، رابطه رو شفا بده. هیچ فرقی نمی‌کنه این رابطه با کی هستش. کلام خداوند بهترین روش رو داره به ما میآموزه که چگونه بتونیم در این مسیر قدم برداریم. و در کتاب یعقوب 1:19-20 می‌خونیم که اعلام می‌کنه ای برادران، باز منظور ایمانداران، ای ایمانداران عزیز من، هر کس در شنیدن تند، یعنی هوشیار باشیم، به طور خاص کلام خدا رو دقت کن، کلام خدا با تو داره صحبت میکنه، امروز وقت تو گذاشتی، استراحت تو گذاشتی، به کلام خدا توجه کن. خدا میخواد با تو صحبت کنه، میخواد خدا تو رو تبدیل کنه، خدا میخواد تو رو عوض کنه. میگه ای برادران عزیز من، هر کس در شنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد، زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی آورد. ما فرزندان عدالت هستیم. رابطه عاشقانه من با خدا عدالته، رابطه عاشقانه من با دیگران عدالته. اگر من در خشم باشم، هرگز و هرگز من نمی توانم تو یک عدالت نیز زندگی کنم و نیز آسیب خواهم دید. اصلا عادت میشه. نیدم بود دیدید عیزانی که میگن ببینید این اخلاق منه، عذر میخوام، میگن این اخلاق سجیه منه، به خودش همه چیز میگه که بتونه دیگران رو متقاعد کنه. یه نفر داشت کارگرش رو میزد، همه میدونم بابا چه داری میزنی؟ میگه اگه میدونستم که میکشتمش. پس موقع عادت میشه، فقط عادت میشه. تو خونه یه صدا میاد داد میزنی، همسرت یه نظریه میده داد میزنی، دوستت یه چیزی میگه داد میزنی، بعد میگه چی شد؟ چرا من این تو رابطه برقرار کنم؟ علتش اینه که وجودمون رو از تلخی ها پر کردیم. علتش اینه که اجازه ندیدیم در حضور خدا تراپی بشیم. عزیزان، یک حقیقت این هست
ما به مسیح ایمان آوردیم. آمین. ما که مسیح ایمان آوردیم روح ما بخشیده شده. آمین. روح ما بخشیده شده، اما روان ما و جسم ما هنوز میتونه آسیب خورده باشه. ما در مسیر تولد تازه هستیم، اما همون گونه که قبلا خدمتتون گفتم تولد تازه اینجوری نیست، همون شد. اگه تولد تازه اینطوری بود که هیچ کدوم ما اشتباه نمی‌کردیم، این همه مشکلات نبود، این همه فرقا در مسیحیت نبود، همه با هم یکی بودیم و یک کلیسای بزرگ اصلا مسیح میمد دیگه. احتیاج به صحبت‌های منم نبود. تولد در مسیح بارها گفتم مانند سه عقربه ساعته. ثانیه شمار تصمیم من و شماست برای تولد تازه، که من بر فرض میخوام یه دروغ نگم، میخوام سیگار نکشم، میخوام گناه نکنم، میخوام زنا نکنم. این تصمیم من اولشه. دقیق شمار همت منه که من نسبت به اون موضوع حرکت میکنم، دیگه نمیخوام واقعا دروغ بگم، میستم برای که دروغ نگم. و ساعت شمارش اینه که زندگی من عوض شد. همه میبینن وقتی رسول رو میبینن میگن این قبلا تو بیزنس چقدر دروغ میگفت، چقدر قبلا غیبت میکرد، چقدر خشمین بود، اما الان چه آرامشی داره. و اونجا هستش که ما میتونیم نام خداوندمون رو جلال بدیم و او رو بلند کنیم. آمین. اما میخوام از یک مثالی ببخشید این مثال استفاده میکنم. اگر تصور بر این بکنیم ایماندارا همچنان شکل یک لوله، ببخشید لوله آب هستیم و درون ما یک آب بدی همیشه بوده که آلوده بوده، اما حالا که ما به مسیح ایمان آوردیم این آب رو عوض کردن، آب زلال و سالم و آب بسیار خوب رو درون ما قرار دادن، درسته؟ اما میتواند به علت اتفاقایی که در طول زمان برای من پیش آمده و باعث آسیب‌های درونی من شده که خشم دارم، تلخی دارم، میترسم، نگران هستم، حسادت دارم در من باشه و وجود من رو نیز پر کرده به طوری که اجازه نمیده این آب زلال به خوبی برسه، یعنی در اصل رسوبات چیزای بد. و این رسوبات زمانی که با آب زلال همراه میشه طعم اون آب دوباره خراب میکنه، اون آب دوباره آلوده خواهد کردش و اجازه نمیده که آب سالم برسه. من یادم هست سالها پیش، بله خیلی ممنون نشونم دادم، بله این قسمت در اصل رسوبات برمیگرده به دوران گذشته. اگر این آب خوب توی قرار بگیر رسوبات دوباره قاطی خواهد شد با اون آب سالم. روح خدا به ما داده شده، اما اگر وجود ما پاک نشده باشه ما هنوز خشمینیم، ما هنوز تلخیم، ما هنوز دروغ میگیم، ما هنوز توی جایگاه اشتباه گناه ایستادیم. میبایست این رسوبات پاک بشه. در قم یادم از سالا قبل سعی کردن که آب قم رو شیرین کنن، آب قم عزیزان حتما نمیگید اونجا رفته باشید، واقعا شور بود و یه طعم بدی میداد. وقتی که آبشو عوض کردن، خب ما که از تهران میرفتیم اونا میگفتن خیلی خوب شده، ولی ما که میخوردیم گفتیم بابا بازم که بده. بعد چرا گفتن؟ آره چون لوله‌ها همه توش بازم این رسوب نمک و اینا هستش. عزیزان یه همت دست من و شماست، اینقدر در حضور خدا بمون که با نسیم روح القدس تمام این رسوبات پاک بشه و مواد آب آلوده بازم ما تحویل ملکوت خدا بدیم. مبادا بگن یک ایمانداری هست خدمت هم میکنه اما هنوز هم تو گناهه. این میشه خداوند میخواد ما اون باشیم، آب زلال باشیم. و یا اجازه بده، اجازه بده تو مشکلات و سختی ها خدا اجازه میده تو امتحان قرار بگیری. مقاومت نکن، توجیه نکن گناه تو. چرا مقاومت؟ اجازه بده یک قسمتی مثل یه لوله عوض شد، اون قسمتی که رسوب زیاد داره بذار خدا اونو عوض کنه. از خدا بخوا، از معلمین کلیسا استفاده کنید، از کشی کلیسا استفاده کنید برای ترمیم. میبینم که خیلی از عزیزان هستن واقعا این همت رو دارن، این کار رو انجام میدن که بتونن این آزادی رو بگیرن. به طور خاص امروز یه موضوع ما خشم هست. اگه مسائل توی زندگیت میاد، خروج 14:14 میگه بذار خدا برای تو بجنگه، تو چرا میجنگی؟ جنگ رو بسپار تو دستای خداوند. یا
یک زنی میره به رئیس قبیله خودش میگه من همسرم رو خیلی دوست دارم، واقعا عاشقشم. میگه خب چقدر خوب. میگه ولی خشم اون و عصبانیت اون باعث شده دیگه من نتونم با اون زندگی کنم. میگه رو خیلی طلاق بگیری؟ میگه نه، اومدم از شما بپرسم چه راهی هست من با این همسرم زندگی کنم، چون واقعا دوستش دارم. میگه اگه خیلی دوستش داری، یک سری هست که باید این سر رو کشف کنی، اما قبلا باید بری توی جنگل و اون ببر سیاه وحشی رو بهش خوراک بدی، طوری که بتونی دستم رو سر اون بکشی. میگه نه 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 اصلا ولش کن بیخیال، شوخی میکنم. بعد میگه حاضرم. در حال اول ممانعت میکنه و بعد میگه که من این کارو میکنم، چون واقعا همسرش دوست داشته. و یه روز بلند میشه میره دنبال این ببره، میگه ببره کنار غار هست و خوراکی که آماده کرده بوده میره تقریبا نزدیک اون میذاره و فرار میکنه میره. فرداش دوباره میره میبینه اون خوراک خورده شده، اون ظرف رو برمیداره دوباره خوراک جدید رو میذاره. همینطور این انقدر ادامه میده تا روزی که خوراک رو میبرده کاملا کنارش میذاشته و نوازشش هم میکرده این ببره رو. و یه روز میره پیش رئیس قبیله میگه من موفق شدم که هم خوراک بدم به اون، هم دست نوازش بکشم. حالا به من اون سر رو بگو. میگه سر رو خودت یاد، همسرت رو محبت کن درمان میکنه. حتما بریم برای تراپی، حتما پیش روانشناسان بریم، سلامتی خیلی مهمه. من اینها رو نمیگم، اصلا امروز در تو خشم کامل صحبت میکنم، قبلا در تو خشم صحبت کردم، امروز دارم در رابطه با اون فکر اشتباهی که در ما بعد از ایمانمون هنوز ساکنه و به ما داره آسیب میزنه، وجود ما رو تلخ کرده میخوام صحبت کنم. و یکی از موارد همین خشم و عصبانیت هستش. ولی ما میدونیم کلید اصلیش همون گونه که در این داستان خودشو نشون میده و همون گونه که در حقیقت انجیل یوحنا 3:16 نشون میده که خدا اونقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسر خودش رو داد تا هر کس که به او ایمان بیاورد هلاک نشود بلکه حیات رو داشته باشه. و محبت خدا باعث نجات بشریت شد و امروز نیز این هست. اما موضوع که میخوام بگم اینه که مقاومت نکنیم. معمولا آخرین جلسه برای دروس خود طول میکشه، ولی میدونم میتونه مفید باشه. بریم با هم دیگه از انجیل متی 5:38-48 رو بشنویم. انجیل متی 5:38-48. شنیده‌اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی. خب مسیح داره از زاویه شریعت صحبت میکنه. شریعت گفتیم در اصل انصاف رو معرفی میکنه، اما مسیح عدالت رو معرفی میکنه، بالاتر از اون رو داره میگه. شریعت برای مذهبیونه، اما عدالت برای فرزندان خداست، چون قوت روح القدس به اونها داده شده که توان عدالت رو داشته باشن، در غیر صورت تو انصافش هم خواهند بود. بله؟ لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید. مقاومت نکن. تو زندگی بهت زور میگن، خواهش میکنم تست کن، مقاومت نکن. یکی از مشکلات ببخشید ما ایرانی ها اینه که مقاومت میکنیم، بعد میبینیم حریف نمیشیم، تسلیم میشیم، بعد دیگه اون پوستمون رو میکنیم. اصلا اون اول مقاومت نکن، بس تو دسته خداوند، بس خدا عمل کنه. آیا تا حالا چنین کاری کردید یا نه؟ کردید این کارو؟ میتونید سمیه کله تکون بدونید؟ بله. باور کنید من تو 10 تاش یکیشو انجام دادم، پیروز شدم، اون 9 تاشو اذیت شدم. مقاومت نکن، بس تو دستای خداوند. توکل به خدا همینه، تو مقاومت کردن آسیب میخوری، تو مقاومت کردن هستش که جر و بحث پیش میاد، سوء تفاهم ایجاد میشه. و خشم که یک فکره، خشم فکره، عصبانیت فعله و تبدیل به فعل میشه. بله؟ بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان. لذا در قصاص یکی زد تو گوشش، باید یکی هم زد، اون یکی میزد تو گوش اون، قصاص اینه. اما مسیح داره عدالت رو معرفی میکنه، میگه مقاومت نکن، بسپار خودتو تو دست من. بله؟ و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دور واگذار. بله، باز صحبت از این نیست عزیزان، فکر نکنید که ما باید انسان‌های عذر می‌خوام بیاری باشیم
و بی تفاوت. خیلی اتفاقا این استقامت ما هستش. در کتاب امثال 12:16 میگه آدم نادان در مقابل توهین، خب توهین یه چیز بدیه، توهین کردن خب شخص طبیعتا آدم ناراحت میشه، میگه آدم نادان در مقابل توهین دیگران زود عصبانی میشه. خب میشه دیگه، طبیعیه دیگه، ما توهین کنم ما عصبانی نمیشیم، ولی میگه این کسی که این کارو میکنه نادانه. اینو داره سلیمان حکیم میگه، میگه آدم نادان در مقابل توهین دیگران زود عصبانی میشد، ولی شخص دانا خونسردی خود را حفظ میکند. ما فرزند خدا هستیم، آمین. از روح خدا پر شو. عطای غلاطی، عطایی که میوه روح القدس غلاطیان 5:22 رو خواهیم داشت، که آرامش داره، خونسرد هستیم، به تندی جواب آدم تندگو رو نمیدیم. بله؟ و هرگاه کسی تو را برای 1 مایل مجبور سازد، 2 مایل همراه او برو. یعنی کسی که میخواد شما یه مایل بر فرض مثال 1 مایل برید، میگه 2 مایل داره. چرا که اون زمان اینگونه بود که رومی ها به خاطر تسلطی که داشتن کشورهایی که مستعمره بودن، اونها باراشون رو به مردم میدادن، اینا مجبور بودن مجانا بر فرض 1 مایل ببرن. میگه 1 مایل و 2 مایل ببر. چرا؟ میگه ببین تو از زورت داری استفاده میکنی، حواست نیست، عضلات داره قوی میشه، ولی وقتی که ناراحت هستی داری اعصابتو و سلولای مغزتو داری میکشی، داری آرامش رو به هم میزنی، داری قلبتو آسیب بهش میزنی، کبدتو داری آسیب میزنی، کلیاتو داری آسیب میزنی، تمام مریضی ها رو برای خودت داری میخری، هیچ کاری هم نمیکنی، به زور داری حالا مثلا با اون میجنگید درون، اونم داره میخنده، یعنی خیالش نیست. میگه 2 ماه ببر ولی نزا بدنت آسیب بخوره، روانت آسیب بخوره. بله؟ هر کس از تو سوال کند به تو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. آمین. شنیده اید که گفته شده از همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن، اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید. آمین. و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر کی به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. چرا منظورم چرا مسیح داره؟ خب ما میتونستیم بگیم بابا این چیزی که داره میگه که خب خیلی سخته، عیسی مسیح اگه تو با تو کسی این کارا کنه تو خودت این کارا میکنی. اعمال رسولان 1:1 اعلام میکنه مسیح به آنچه که عمل کرد تعلیم داد. مسیح به کی فحش داد؟ به کی توهین کرد؟ غیر از این بود روی صلیب گفت خدای پدر از گناه اینان بگذر زیرا من گذشتم. بله؟ خیر. میگه زیرا نمیدانن، حتی منت هم سرشون نمیذاره. روح خدا این گونه عمل میکنه، روح خدا بدون منت میبخشه. روح خدا وقتی میبخشه دیگه نمیگه به همه، قر نمیزنه، شکایت نمیکنه، ناله نمیکنه، میبخشه، تمومش میکنه، چون نمیخواد مقاومت کنه. میخواد آنچه را که روح خدا هدایتش میکنه. ما فرزند خدا هستیم، اجازه نده اگر تا به امروز خشمگین شدی که هممون شدیم، عصبانی شدی که هممون شدیم، وقتی خوبی هست در حضور خدا خودتو خالی کنی، ببخشی، بگی خداوند دیگه نمیخوام این عمل انجام بشه، چون من فرزند تو هستم، من نمونه ای هستم که تو بر روی زمین به عنوان فرزند قرار دادی، شاهزاده قرار دادی، سفیران قرار دادی، کاهنان ما را قرار دادی. بله؟ تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید. آمین. زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند. زیرا هرگاه آنانی را که محبت نمایید که شما را محبت می نمایند چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. آمین. میتونی برای سلام بگذاری؟ نویسنده یادام می کنه فتیله خشم با پایین بکش، شیم خشمی میشه. یه لحظه وقتی میبینی خشمی شدی یه مکسی کن، یه دقیقه بود استراحت کن در ذهنت، فتیله خشم رو پایین بکش تا شیشه دلتان دودی نشد، چون وقتی خشمت میره بالا نمیدونی. یه عزیزی سالها پیش متاسفانه در جمع از ایمانداران هم بودیم، اونقدر پر از خشم شد که بعد که بهش گفتیم دوست عزیز، برادر عزیز، چرا این حرفا رو زدی؟ گفت اصلا یادم نمیاد من این حرفا رو زدم، و فقط خجالت کشید، خیلی خجالت کشید، گفت واقعا نفهمیدم. گفتم لطف کرد و از همه عذرخواهی کرد، از منم عذرخواهی کردش.
اما اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر ما امروز روح مقدس خداوند به ما داده شده و به توسط روح القدس توان این رو داریم، چرا از اون استفاده نمی کنیم؟ چرا باید باز در یک موقعیت دیگه خودمون رو قرار بدیم؟ مسیح هست برای همین، مسیح ایستاده برای ما، مشروطه برای اینکه از او بخوایم. بین دو برادر اختلاف میفته تو یک روستایی و برادر کوچک میره نهری که اونجا بوده، طوری نهر رو قرار میده که بین زمین خودش و برادر بزرگتر قرار بگیره و به این گونه نشون میده که چقدر از برادر بزرگش کینه داره. برادر بزرگی هم خیلی ناراحت میشه، ولی خب کاری نمیتونسته بکنه تا اینکه یه روز یک نجاری میاد اونجا رد میشه و رو میکنه به برادر بزرگتر، میگه کار نجاری داری؟ میگه آره تو ما یه کار نجاری، من میخوام این مزرعه من رو شما نرده بکشید، چوبم اینجا زیاد هست، دو سه روزم من دارم میرم شهر، ولی تا میام تو یه کار کن، من نمیخوام سرزمین من، زمین من با زمین اون برادرم یکی باشه، یه نرده بکش. برای نجارم میگه باشه، و دو سه روز بعد که میاد نگاه میکنه هیچ نرده نیست. بعد میگه، بعد میره خود جلوتر میبینه به جای نرده یه پل بالای نهر درست کرد، و همین که قدم میذاره رو پل و لذت میبرده این بالای نهر چقدر قشنگه، میبینه برادر کوچکش میدوه و بغلش میکنه، میگه برادر منو ببخش، من اومدم نهر رو بین زمینم قرار دادم ولی تو پل قرار دادی. البته این کار نجار بود. عیسی مسیح بهترین نجاره. میدونی که پدرش نجار بود. مسیح بهترین نجار، خوب میدونه چیکار کنه. به مسیح بسپرید و مطمئن باشیم که خداوند مطابق فیضش ما رو برکت خواهد داد. آمین. پس بریم با هم دیگه نامه یعقوب هم. لطفا نامه یعقوب 3:13-18 رو داشته باشیم. توی بروشورهای شما از 1 هست، اما چون وقت نیست اکتفا میکنیم به همین چند تا آیه. ممنون میشم. کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازد. این در اصل زاده معجزه است. بزرگترین معجزه اینه که مسیح انسان رو تبدیل کرد و بعدش همت منه که در این تبدیل نیز رشد کنم. بله؟ لیکن اگر در دل خود حسد تخت و تعصب دارید، فخر مکنید و به ضد حق دروغ مگویید. این حکمت از بالا نازل نمی شود، بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جایی که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می باشد. می دونیم که خشم، هیچ کس از کار خشمگینش ناراحت نمیشه. چی فکر میکنید؟ یه سوال. چرا یه شخصی که خشمگین میشه، خودش هم میدونه خشمش اشتباه بوده، عصبانیتش اشتباه بوده، چرا بازم میایسته میگه حق با منه؟ چرا؟ برابر غرور، کبر و غرور اجازه نمیده. یعنی کبر و غرور حقیقتاً مانند دو تا برادر دوقلو در یک شخصیت تلخ نیز عمل میکنن. لیکن آن حکمت که از بالاست، اول طاهر است و بعد صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی‌تردد و بی‌ریا و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود برای کسانی که سلامتی را به عمل می آورند. آمین. برای کسانی که این همت رو دارند، همت می کنند تا از این دو تا شاخه کبر و غرور نیز آزاد بشن. شاعر نیز این گونه اعلام می کنه. جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را، رو به تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد، خشم هرگز بر نخیزد جز کبر و ما و من. هر دو را چون نردبان زیر آرو و بر افلاک شو. هر کجا تو خشم دیدی هوشیار باشی، احساس عصبانیت و خشم کنید. هر کجا تو خشم دیدی، کبر را در خشم جو. یعنی اونجا اون غروره هستش که داره به تو حق میده برای عمل عصبانیت. هر کجا تو خشم دیدی، کبر را در خشم جو. گر خوشی با این دو مارت، کدوم مار؟ شاهنامه را خوندیم همون. دو ماری که سمتش نیست، راست چپ ضحاک بود و باعث میشد که دیگران رو برای سلامتی خودش بکشه. خشم این کارو میکنه، دیگران رو آسیب میزنه برای سلامتی به اصطلاح خودش، و این نهایتا نیز باعث نابودی خودش خواهد شد.
هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو، گر خوشی با این دو مارت خود برو ضحاک شد. که مانند ضحاک هستی که هم دیگران رو کش و نهایتا نیز خودش رو از من برد. بریم با هم دیگه به آخرین نقطه نیز بپردازیم. آیا همه بروشور دارید یا نه؟ اونا که بروشور ندارن لطفا دستاشون رو برن بالا. همه بروشور دارید؟ نقطه چهارم، هر تفکری که سه نقطه رو گذاشتیم، میخواید سه نقطه رو بذاره یه اوبردیم ممنون شد سه نقطه رو داشته باشیم نسبت به ببخشید جلسه آخر اون معمولا طولانی خواهد شد، اما خوبه که بتونیم از کلام خداوند برای سلامتی زندگیمون نیز برکت بگیریم. نقطه اول، هر تفکری که مغلوب وسوسه گردد ناامنی و گناه را هویدا می کند و کلید رهایی ایمانی استوار به توبه حقیقی در نام عیسی مسیح می باشد. نقطه دوم، هر تفکری که مغلوب ترس گردد ناآرامی و پریشانی را هویدا می کند و کلید رهایی و رهایی ایمانی استوار به قیام عیسی مسیح از مردگان می باشد. مقصود برای اینکه من ایمان رو دارم، این باور رو دارم. نقطه سوم، هر تفکری که مغلوب غم گردد ناامیدی و افسردگی را هویدا می کند و کلید رهایی ایمانی استوار به وعده های انجیل عیسی مسیح می باشد. و بالاخره نقطه آخر، هر تفکری که مغلوب خشم گردد ناخردی و جنگ رو هشدار باشیم. خشم و عصبانیت عزیزان از حکمت نیست. اگر عصبانی هستیم، اگر خشم، اگر وجود او پر از ترفیه، از حکمت به دور هستیم. هر تفکری که مغلوب خشم گردد ناخردی و جنگ را هویدا می کند و کلید رهایی ایمانی استوار به آرامش در حضور عیسی مسیح می تواند باشد. آمین. هللویا. در انجیل متی 11:28 می خونیم عیسی مسیح میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان، ای کسایی که فکر می کنید وجود پر از تلخی و غم هست و گران باران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. و این قوت خداست که نیز به ما داده شده بتونیم مطابق فیضش نیز عمل کنیم و با اون نیز این زندگی خوب رو داشته باشیم. افکارت رو، احساساتت رو که میخواد تو رو ترک کنه توجیش نکن لطفا. کاری که کردیم باعث خشم و عصبانیت شد توجیش نکن، اشتباه کردیم. بهترین وقت الان هست که در حضور خداوند ببریم قربان توبه و وجود خودمون رو بشوریم بدون توجیهات، بدون اینکه بخوایم خودمون سالیم. بعضی موقع ما اصلا خودمونم نمیفهمیم اتفاقی افتاده توی زندگیمون، بین رابطه هامون، فقط خواستیم یه کاری بکنیم، یه عملی رو انجام بدیم و این عمل ما امروز برابر با خشم و عصبانیت شده. اما تصور کنیم ما بهترین کار رو داریم میکنیم، مردم هم نمیفهمن، حتی برای دیگران هم توضیح میدید که به این علت دیگران هم متوجه حرفای شما نمیشن. هی میگن ببخشید، شما میگید ما این کار رو میکنیم. خبرنگاری میره توی روستا، چقدر امروز به روستاها گیر دادیم، میره توی روستا و میدونه که شخص چوپانی گوسفندان بسیاری داره و میره با اون مصاحبه کنه، میگه ببینم شما چی به اینا خوراک میدید که اینا اینقدر بزرگ و چاق و چله هستن. میگه سیاها یا سفیدا؟ میگه سفیدا. میگه بهشون اولوفه میدیم، جو میدیم، گندم. میگه خب سیاها چی؟ میگه به اونا هم میدیم. بعد یه خود جلوتر نگاه میکنه اینا درگی داشته فیلم برداره، میگه ببینم پشمای اینا رو چجوری میزنی، چقدر اینا پشم دارن. میگه سیاه یا سفیدا؟ میگه خب سفیدا. میگه با ماشین. میگه سیاه چی؟ میگه اونا رو با ماشین میزنیم. بعد دوباره یه خود میره جلوتر، میگه این همه گوسفند کجا میخوابونید شبا؟ میگه سیاه یا سفیدا؟ یه خبری میکنه عصبانی میشه، میگه سفیدا. میگه توی مثلا سالن اونجا، طویله اونجا. میگه سیاه چی؟ میگه اونا رو اونجا میخوابونید. بعد دیگه میبینه بابا چقدر سیاسفی که، میگه ببینم چه فرقی بین سیاه و سفیدا هستش. میگه آخه سفیدا مال منه، سیاه برای برادرمه. میگه بعد الان برادرت که من هرچی میگردم اینجاری. میگه نه آخه برادرم یک ماه پیش گوسفنداش رو من فروخت. باور کنیم خیلی موقع ها رابطه های ما با دیگران به هم ریخته، خراب شده، نمیدونیم چرا، چون پیگیری نکردیم. با حرف مردم رابطه ها رو خراب کردیم، با احساسات خودمون رابطه ها رو خراب کردیم، با فکر فرضی خودمون رابطه هامون رو خراب کردیم. ولی خداوند ایستاده تا رابطه ما رو دوباره وصل کنه و بهتر از گذشته کنه. اگر در جمعمون کسی هست و دست کسی ناراحت هست، بعد از این جلسه ببوستش. اگر راه دور زنگ بهش بزنه، اگه میتونه بهش سر بزنه،
و اجازه بده روح خداوند عمل کنه. همون گونه که ما میبینیم در مزمور 107 آیه 19 میگه آنگاه در تنگی خود، در اونجایی که پر از تلخی هستم، غم و قصه هستم، نزد کشیش نه، خادم نه، روانشناس نه، یه بار دیگه میگه آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد زدم. فریاد تو به خدا بزن، خدا میدونه، خدا تو رو درک میکنه، خدا تو رو داوری نمیکنه. اجازه نده خشم در مقابل مردم بروز بده، چون بر تو داوری بد میکنن. آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد درآوردم و ایشان را از تنگی های ایشان رهایی بخشید. آمین. حالا میتونیم برای کلام خداوند دست بزنیم و بریم آخرین آیه هم دارید همه تو روی برشیلاتون و اینم بشنویم، بی لطف نخواهد بود. نامه افسسیان 4:29-32 و بعد میخواییم با هم دعا کنیم. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید. چی؟ هیچ سخن بد، یعنی حتی آنچه که اسم میکنیم اجازه نده با احترام با محبت با دیگران صحبت کنیم. بله؟ بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. واو، یعنی کسی که در مقابل تو هست، مخاطب تو، بتونه برکت بگیره، حتی با یک جمله بتونی به اون یک محبتی کرده باشی. من نمیدونم صبحای بچه‌هامو چجوری میگیم گود مورنینگ، صبح بخیر. میتونیم بگیم گود مورنینگ، میتونیم بگیم آی لوف یو، دوستت دارم، دخترمو پسرمو بغل کنم، همسرمو بغل کنم، مشکل نه همسرم بغل کنم. تا بتونیم با تمام عشق فیلم بازی نکنیم. میگه مواظب باشیم، اگه در وجود ما تلخی باشه، اگه در وجود ما خشم باشه، مطمئن باشید روی سخنان ما تاثیر خواهد گذاشت. بله؟ و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. واو. و هر قسم، یعنی چون ما روح قدوس رو داریم، اگر سخن من، فکر من، عمل من مطابق کلام خدا و مطابق اینکه ما شاهزاده هستیم نباشه، روح القدس محزون میشه در ما. و چگونه میخواید روح القدس درخواست کنی آنطور که لازم داری به تو بده مسیح؟ بله؟ و هر قسم تلخی و قیز و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. آمین. آمین. آمین که کلید شفا و درمان ما برای سلامتی محبتی است که خدا می‌دهد. در پیت آیم عیسی، در پیت آیم عیسی، در پیت آیم عیسی، از نزدت نروم به سوی تو آیم با هم بسرم.